لواسان جزیره امن کاخنشین‌ها یا زخم تازه‌ای بر زخم‌های ایران. این روزها کمتر کسی است که خبری از لواسان نشنیده باشد. انگار بچه پولدارها هر جا که می‌روند حاشیه را نیز به دنبال خود می‌برند. روزگاری شهرک غرب، خیابان گلستان، پاساژها و مغازه‌های برند و مارکدارش محل دوردور آنها بود. بعدها اندرزگو و محله‌های زعفرانیه. این روزها هم ویلاهای میلیاردی با استخرهای روباز، ماشینهای خاص و سگبازی شده از تفریح پولدارهایی که این منطقه خوش آب و هوا را جایی برای نمایش ثروت خود و خارشمردن طبقات محروم می دانند. لواسان در شهرستان شمیرانات در نقطه شمالی استان تهران قرار گرفته است که از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهرستان تهران، از شرق به شهرستان‌های دماوند و پردیس و از غرب به استان البرز محدود می‌شود. آب و هوای خاص این منطقه باعث شده تا افراد متمول و علاقمند به زندگی خاص به سمت این منطقه گرایش پیدا کنند. حضور این قشر خاص باعث شده مراکز خرید، پاساژها و برندهای مختلف نیز به این منطقه روی بیاورند. حتی نمایندگی‌های خودروی لواسان با بقیه تهران و ایران متفاوت است. هجوم سال‌های اخیر و ظرفیت محدود منطقه و در عین حال سودآور بودن ساخت و سازهای آن باعث شده تا تخلفات گسترده‌ای در این منطقه شکل بگیرد. از ساخت هتل در یک قدمی رودخانه گرفته تا تراشیدن کوه و ساختن قصرهای مجلل. چندی پیش ساخت یک ویلا در دامنه کوه در منطقه اوشان در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعلام کرد که 3000 متر از این بنای 5000 متری جزء منابع طبیعی است، اما با توجه به اینکه سند برای بنا صادر شده بود، دادگاه فرد مالک را تبرئه کرد. تخلفات آشکار برخی افراد در لواسان آنقدر علنی شده است که امام جمعه این منطقه را به اعتراف واداشته. حجت الاسلام سید سعید لواسانی میگوید مسئولین به جای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، سفارش برای زمینخواری توسط نور چشمی ها میکنند. او میگوید پدیده زمینخواری در لواسان دیگر به تپه خواری و کوه خواری رسیده است. ساخت و سازها منحصر به شهر لواسان نیست، بلکه در اطراف آن و در قله کوه ها نیز در حال انجام است که ضربه های جدی به منابع آبی و بافت خاک منطقه میزند. نکته جالب در حرفهای او این است که وی تأکید می‌کند که حتی از وزارتخانه‌های خاص تماس می‌گیرند و تأکید می‌کنند که جلوی فلان شخص را نگیرید و بگذارید بسازد. وقتی دیگر کلکل پول و پارتی و ژن خوب به خانه بالا شهر و ماشین‌های میلیاردی و لباس‌های مارکدار افاقه نمی‌کند، باید با خرید یک ویلا با قیمت و امکانات نجومی و قرار دادن عکس‌های آن در شبکه‌های اجتماعی و حتی آگهی کردن قیمت آن به نوعی خودت را به رخ بکشی دیگر. کافی سری به بنگاه‌های منطقه لواسان بزنید. آنقدر ویلای لوکس و میلیاردی به شما نشان می‌دهند که آدم می‌ماند که سازندگان اصلاً کی وقت کرده‌اند تا این منطقه را اینقدر آباد کنند. 2800 متر با جواز در لواسان کوچک 67 میلیارد تومان. 3000 متر مشرف به رودخانه با متریال لوکس، استخر، سونا، جکوزی، 5 اتاق خواب مستر 92 میلیارد تومان. 2000 متر تریپلکس فول امکانات 50 میلیارد تومان. اگر می‌خواهید خاص باشید و این قیمت‌ها راضیتان نمی‌کند، کافیست این را به آقای بنگاهدار حالی کنید تا کیس‌های خاص را از گاوصندوق در بیاورد. تلفنی هم جواب نمی‌دهند و باید حتما حضوری خدمت برسید. 3850 متر در دامنه کوه، متریال ژورنالی با چشمه آب جاری دور بنا، استخر سرپوشیده و روباز، رست روم و پرشین روم، جیم، بیلیارد و روف گاردن 270 میلیارد تومان. دیوارها عایق حرارت و صوت با دانسیته 12 که 3D پنل هم محسوب می شود. جمعه 23 آذر ماه 97 خانواده‌ای در روزهای آخر هفته به پارکی در شهر لواسان می‌روند و مورد حمله دو سگ بدون قلاده قرار می‌گیرند که در این حادثه دختر 10 ساله خانواده از ناحیه دست و پا دچار جراحات سنگینی می‌شود. یکی از سگ‌های این حادثه سگ پیتبول است، سگی با نژاد آمریکایی که در خود کشور آمریکا هم با وجود عادی بودن نگهداری از سگ، نگهداشتن آن حتی برای نگهبانی هم ممنوع است. اما در لواسان به تعداد زیاد نگهداری می شود.
شاید اگر خرید و قدم زدن با شیر و پلنگ هم در کشور امکان پذیر باشد، حتما در لواسان میتوان آن را مشاهده کرد. چرا که اینجا برای هر کار متفاوتی که به قول خودشان لاکچری محسوب شود، بازار خوبی فراهم است. در لواسان شما میتوانید همبرگر 350 هزار تومانی بخورید که مشتریان باید برای آن از یک روز قبل وقت بگیرند و سفارش بدهند. طبیعی است که وقتی ساندویچ شما با 12 گرم خاویار بلوگا که خاویار مخصوص فیل ماهی است و پنیر بلوچیز که پرورده شده با کپک آبی است و پنیر شیرین برولون لهستانی و چندین قلم خوراک با کلاس دیگر تزیین می شود، قیمت آن همین می شود که بیشتر از خوراک معده بودن خوراک اینستاگرام این بچه پولدار هاست. استلک یا اصلک یکی از مشهورترین و گرانترین محله های لواسان است که مشاوران املاک در تبلیغات خود آن را با نام سوئیس تهران معرفی می کنند. هم به دلیل ارتفاع 2000 متری آن از سطح دریا و پیست های اسکی خصوصی نزدیکش، هم به دلیل ویلاسازی خاص و منحصر به فرد آن با قیمت های باور نکردنی نجومی در متراژ های بالا و به شدت روی بورس. در تمام شرایط اقتصادی و قصور سال هم طرفدارانش دست به نقد آماده خرید و فروش هستند. دلیل دیگر شهرت اصلک این است که صاحبان ویلاهای آن عمدتاً افراد معروف، مطرح و شناخته شده هستند که مانند دهکده‌های کوچک تمام آنها در آخر هفته‌ها دور هم جمع می‌شوند. روزنامه هفت صبح به نام برخی از آنها اشاره می‌کند. کسانی مانند علی پروین، مهران مدیری، فرامرز غریبیان، علی کریمی، علی دایی، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر سابق آموزش و پرورش، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و بسیاری از ورزشکاران، سینمایی‌ها و بازاری‌های پولدار دیگر. شهرک باستی هیلز هم که اشرافی ترین شهرک ایران است و با دیوارهای 7 متری و سگ‌های نگهبان محافظت می‌شود و ورود به آن ممنوع است، نیز به تازگی در لواسان رونمایی شده است. این عکس اینستاگرام نوید مطهری اصل باعث کشف این شهرک شد. نوید مطهری اصل، فرزند غلام حسین مطهری اصل، صاحب شهرک باستی هیلز و شرکت بازرگانی نوید زرشیمی است که با تخلفات گسترده در تغییر کاربری زمین این شهرک، در آن ویلاهای سوپرلوکس با معماری باور نکردنی ساخته است که با دیوارهایی که کوه را تراشیده محصور شدند. به تازگی نیز خبر صحنه‌گردانی حجت الاسلام ناطق نوری، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، در ماجرای این ویلاسازی‌ها در لواسان مطرح شد که دفتر او این خبر را تکذیب کرد و آن را مصداق افترا، تهمت و نشر اکاذیب خواند. چه این خبر راست باشد چه دروغ، تفاوتی به حال مردم ایران نمی‌کند. به نظر می‌رسد که کار دیگر از تکذیب و تایید گذشته است. چنین ترکیبی از هنرمندان، مسئولان سیاسی اقتصادی و صاحبان ثروت‌های بادآورده و مشکوک در خوش آب و هواترین و گرانترین منطقه پایتخت دیگر توصیف یک منطقه یا یک سبک زندگی نیست، بلکه نماد یک فرهنگ ظالم، بیدرد و بی‌هویت است که صاحبان آن نان همبرگر 350 هزار تومانی خود را در خون میلیون‌ها نفر ایرانی دردمند فرو می‌برند و می‌بلعند. و خدا می‌داند این قصه پرغصه کی به پایان می‌رسد. ممنون از اینکه ما رو تماشا کردین. لطفاً به ما بگین چه راهی برای جلوگیری از گسترش این وضع به نظرتون می‌رسه.